راستی چه درماندند آنها که چشم تنگشان را به پنجره های روشن و آفتابگیر کلبه های کوچک دیگران دوختند. و چقدر خوب است، چقدر خوب است که ما، یعنی من و تو، هرگز خوشبختی را در خانه همسایه جستجو نکردیم. این حقیقتاً اسباب رضایت خاطر و سربلندی ماست که بچه های من هرگز ندیده و نشنیده اند که ما از رفاه دیگران، شادی های دیگران، داشتن های دیگران، سفره های دیگران و حتی سلامت دیگران به حسرت سخن گفته باشی. و من هرگز حتی یک نفس شک نکردم که تنها بی نیازی روح بلند پرواز تو این سرافرازی و آسودگی بزرگ را به خانه ما آورده است. تو با نگاهی پرشوکت و رفیع همچون آسمان سخا از ارتفاعی دست نیافتنی به همه ما آموختی که می توان از کمترین شادی متعلق به دیگران بسیار شاد شد، بدون توقع تصرف آن شادی یا سهم خواهی از آن. من گفتم و تو در عمل نشان داده ای خوشبختی را نمی توان دزدید، نمی توان خرید، نمی توان تکدی کرد. بر سر سفره خوشبختی دیگران همچون یک میهمان ناخوانده حریصانه و شکم پرورانه نمی توان نشست و لقمه این نمی توان برداشت که گلوگیر نباشد و گرسنگی را مضاعف نکند. پرنده سعادت دیگران را نمی توان به دام انداخت، به خانه خویش آورد و در قفسی محبوس کرد به امید باطلی، به خیال خامی. خوشبختی گمان میکنم تنها چیزی است در جهان که فقط با دستهای طاهر کسی که به راستی خواهان آن است ساخته میشود و از پی اندیشیدنی طاهرانه. البته ما میدانیم که همه گفتگوهای من در باب خوشبختی صرفاً مربوط به خوشبختی در واحدی بسیار کوچک است، نه خوشبختی اجتماعی، ملی، تاریخی و بشری. برای رسیدن به آن گونه خوشبختی که آرمان نهایی انسان است، نیرو، امید، اقدام و اراده مستقل فردی راه به جایی نمی برد و در هیچ نامه هم اگر توماری بلند باشد نمی توان درباره آن سخن به درستی گفت. عزیز من، خوشبختی امروز ما تنها به درد آن می خورد که در راه خوشبخت سازی دیگران به کار گرفته شود. شرط بقای سعادت ما این است و همین نیز علت سعادت ماست. یک روز از من پرسیدی کی علت و معلول کاملا یکی می شوند و یادت هست که من در جا جوابی نیافتم که بدهم. بسیار خوب، پاسخت را اینک یافتم. نامه 19 از کتاب 40 کتاب کوتاه به همسرم از زنده یاد نادر ابراهیمی، اجرا کیمیا خسروی منفرد، مهر زیبای 1397 خورشیدی.